برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده از اون زمان نزدیک 39 سال بود. برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست. تمامی افراد هر دو فرقه تکرار میکنم، تاریخچه مجاهدین از روز شهادت بنیانگذاران از اون زمان نزدیک 39 سال بود. این مسئولیت رو متوجه شما نه پسر زنگ زد بهش و سه نفر اونجا بودن با تجربه بسیار خوب و دشواری رو متوجه کار شما از ناحیه خود شما نمی کنه. تکرار می کنم، امام بی خط، امام امام بی هویته، عاقبت به خیری در پرتو ولایته. شم جان باز جنگ صفین بود ولی عاقبت شد قاتل حسین ابن علی. خیلی از خواص راهشون رو گم کردن، یه روز پشت امام و یه روز بهش پشت کردن. کیا کنار امام بودن و حالا نیستن، یه روز حامی قدس و حالا صهیونیستن. از 18 تیر 78 تا انقلاب مخملی 88، دم خروستون بدجور عیانه، آنچه عیانه چه حاجت به بیانه. یکیشون فتنه‌گره تو حسره، از فقرا دم میزنه و تو قصره، عاشق اربابای غربیشه، روحانی بی لباس همیشه. هر جا بوی غرب میاد اونم هست، عاشق میتینگای زنونه است. یکی دیگهشون اسباب رسانه است، از فالوورای گوگوش و فتانه است. جونش به پرچم اسرائیل وصله، کلامش به دل غرب بدجور نشسته. یکیشون تاریسیان آمد نیوزه، از غرب بد بگن ما تحتش میسوزه. شوالیه ولیعهد مجنونه، گاهی اوقات هم شجریان میخونه. هر کدوم سلطان یه جنسن، شبیه آدم خوبای قصن. چش را کن شمر زمانو بشناس، این گرگ سالهاست با گله آشناس. تاریخ مصرف هر کدوم یه روزه، وقتی بلا مصرفشی بلیتت میسوزه. خوب نگاه کنی نمونه بارزاش هستن، پشت دوربینای بی بی سی نشستن. از اون روزی که دستبند سبز مد شد، رنگ لیبرال خارج از کد شد. از همون روز بذر نفاق و کاشتن، اینا با اصل نظام مشکل داشتن.